دوستان همیشه همراه من، دوستان عزیز من، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشین با هم دیگه بریم ببینیم طرز تهیه یه باقلی پلو با گردن که بسیار لذیذ و خوشمزه است. میریم با هم دیگه مواد لازم و طرز تهیه رو ببینیم. و اما مواد لازم برای تقریبا 3 نفر، من این غذا رو تدارک دیدم که 2 پیمونه برنج رو خیس کردم، آماده گذاشتم اینجا. یک گردن متوسط، حالا خیلی بزرگ نیست ولی خب کوچولو هم نیست، برای 3 نفر جواب میده. و تقریبا 400 گرم باقلی من گرفتم آماده، که این باقلی رو شما میتونید از مغازهای ایجیم بگیرید توی استرالیا و کیفیتش واقعا خوبه. این تقریبا 400 گرم گفتم بهتون. و 2-3 تا قاشق شیویت لازم داریم، البته به حد نیاز. حالا خیلی ها دوست دارن غذاهاشون پر شیویت باشه، خیلی ها حالا کم شیویت رو دوست دارن، اما ترجیح من امروز به شیویت خشکه. اما خب شیوید تازه هم واقعا عطر و بوی خاص خودشو داره. و 2 دونه پیاز نسبتا متوسط، 2 قلم دارچین و ادویه هم که شامل نمک و زردچوبه. میریم با هم دیگه طرز تهیه رو ببینیم. خب دوستان عزیزم، من گوشت گردن رو توی زودپز گذاشتم، 2 تا پیازم رو به اون اضافه کردم و 2 قلم دارچین و ادویه که اون زردچوبه و نمک بود. تقریبا قاشق مرباخوری پر من زردچوبه به اون اضافه کردم، مقداری نمک و تقریبا توی این زودپزه 45 دقیقه این گردنه پخته. ولی خب من بیشتر به این زمان میدم چون دوست دارم حسابی حالا لهشه این گردن. و شما میتونید همین کار رو توی قابلمه هم انجام بدین، بستگی داره به اون تایمی که شما نیاز دارین به پخت غذاتون. من زیر این شعله رو، زیر این زودپز رو روشن کردم و زمان میدم که کاملا اون بپزه. بعد توی این بین من میرم آب برنجم رو بذارم. خب من آب برنجم رو گذاشتم، جوش اومده و برنجی که قبلا خیس کردم رو به اون اضافه میکنم. و 1-2 تا قاشق غذاخوری به اون نمک اضافه میکنم. یه قاشق شما اضافه کنید، اگر تست کردین دیدین نمکش کمه میتونید باز به اون نمک اضافه کنید. و یه مقدار زردچوبه. اگر شما در زمان خیس کردن برنجتون به اون نمک زدین، دیگه نیاز نیست تو این مرحله به اون نمک اضافه کنید. و همچنین اون مقدار باقلی رو که بهتون گفتم و میذارم که دونه برنجم اوکی شه. تقریبا یه 8-9 دقیقه این برنج لازم داره که بجوشه و دونش آماده شه برای آبکشی. تا دونه برنجم آماده شه، من گوشتم و زیرش رو خاموش کردم ببینم در چه وضعه. بله کاملا پخته. من اینو از آبش جدا میکنم و این استخونای اضافیشو میگیرم، اگه رگ پی حالا بهش باشه اونا رو هم جدا میکنم و آمادهش میکنم که بذارمش لای برنج. دونه برنجم آماده شده و من اونو صافش میکنم، آبکش میکنم. خب عزیزان توی این مرحله من شویدم و به این برنج اضافه میکنم. عزیزان باقلی هایی که من اینجا تهیه میکنم واقعا بخار پزه، یعنی خیلی سریع میپزه و اگر نگاه کنید دقت کنید به راحتی له میشه و خیلی نیاز به پختن نداره. حتی میتونید تو مرحله آخری هم که میخواین آب کشی کنید برنجتون رو صاف کنید اونو بهش اضافه کنید. و اما بعضی از باقلی ها واقعا دیرپزه، اونو باید قبل از که حتی برنجتون رو میذاری مقداری بذارید بجوشه تا بپزه. اما این باقلی که من اینجا تهیه میکنم واقعا بخارپزه و نیازی نداره که از قبل بذارم بپزه. خب شویدم و اضافه کردم به این برنجه و یه مقدار زعفرون من ته قابلمم میریزم. طبق معمول گفتم من عاشق بوی زعفرونم واقعا توی غذاها. و برنجم رو به اون اضافه میکنم.
و گوشتم هم که بهتون گفتم آماده گذاشتم، گوشت گردنو و اون رگ و پیاشو گرفتم و الان اونو روی این برنجه خواهم گذاشت. یه مقدار این وسط برنج باز میذارم تا برم گوشتم رو بیارم و بذارم اینجا. خب من گوشت گردن رو گذاشتم لای برنج و میرم اون روی شعله گاز میذارم، دمکنه روی اون میذارم روی. خب من دمکنه میذارم رو سر قابلمه، میذارمش روی شعله گاز. دو سه دقیقه اول شعله گاز زیاده نسبتاً و یکم که حس کردم که داغ شده قابلمه حسابی، اون بدنه قابلمه داغ شده، دیگه زیرش رو کم میکنم و شعله پخش کن میذارم زیر قابلمه و تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه این غذا آماده است. خب دوستان عزیزم، اینم از باقل پلو و گردنی که با هم دیگه طرز تهیهش رو دیدی تو با هم دیگه درست کردیم. دوستای عزیزم، من یه ایده‌ای برای باقل پلو همیشه سر میز غذا میارم و اون اینه که یه مقدار از آب گوشت رو بر میدارم و یه تکه از گوشت گردن رو ریشیش میکنم توی آب گوشته میریزم و اونو میذارم سر میز غذا، چون این غذا یه کوچولو خوب میبینید که خشکه، حتما باید با یه آب گوشت حالا بریزیم روش، خیلی طعمش رو لذیذتر میکنه و این کار رو اگه انجام بدید خیلی خیلی خوشمزه تر میشه این باقل پلویتون. دوستان عزیزم، اگر از چنل یوتیوب من دیدن میکنید و از آموزش هایی که میبینید راضی هستین، لطفا اون رو با بقیه دوستاتون هم به اشتراک بذارید و با لایک و سابسکرایب من رو حمایت کنید و اگر کامنتی دارین و غذای خاصی مد نظرتون هست حتما برام کامنت کنید. این باقل پلو گردنم یکی از دوستان عزیزم از هلند خواسته بودن که من اطاعت امر کردم. امیدوارم که از این رسیپی راضی باشید و تا یه روز دیگه که به دیدنتون بیام به دستان پرقدرت خداوند میسپارمتون. شاد و پیروز باشید و ایام بکام. خدا نگهدار.